عملیات پهپادی روسیه به اوکراین آمریکا میگوید کارشناسان ایرانی در کریمه مستقر شدند کاخ سفید میگوید که ایران برای کمک به پرتاب پهپادهای انفجاری به سوی اوکراین کارشناسان نظامی خود را در کریمه که تحت اشغال روسیه است مستقر کرده است یک سخنگوی دولت آمریکا گفت که این کارشناسان مشغول ارائه آموزش و پشتیبانی فنی در استفاده از این هواپیماها هستند کیف پایتخت اوکراین روز دوشنبه به هدف حملات پهپادی کامیکاز قرار گرفت که تصور می شود ساخت ایران باشند. بریتانیا و اتحادیه اروپا تحریم را علیه بخش تجاری و افرادی در ایران که مسئول تامین این پهپادها می داند اعمال کردند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا به خبرنگاران گفت بر اساس ارزیابی ما پرسنل نظامی ایران در کریمه بودند و در این عملیات به روسیه کمک رساندند. او گفت که شمار نسبتا کوچکی از ایرانی مشغول ارائه خدمات فنی هستند و روسها هدایت پهپادها به سوی اهدافی در اوکراین را به عهده دارند کربی گفت تهران اکنون با ارائه سلاحهایی که غیر نظامیان و زیرساختهای غیر نظامی را هدف میگیرد به طور مستقیم در میدان نبرد درگیر است او افزود که آمریکا برگ افشا منصرف کردن و روی, روی با ارائه این مهمات از سوی ایران برای استفاده علیه مردم اوکراین همه مسیرهای ممکن را دنبال میکند نامه اوکراین درباره ادعای استفاده مسکو از پهپادهای ایرانی را دریافت کردیم استیفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد در جمع خبرنگاران درباره نامه کیف به سازمان ملل و ادعای استفاده از پهپادهای ایرانی از سوی روسیه در جنگ با اوکراین گفت اکنون بیشتر از این نمیتوانم بگویم که ما تمام اطلاعاتی را که اعضای سازمان ملل در اختیار ما قرار میدهند تجزیه و تحلیل میکنیم دوجاریک افزود گفتگوها در جریان است خانم روز ماری دی کارلو معاون دبیر کل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح روز گذشته گزارشی را درباره این موضوع به امنیت ارائه کرد سخنگوی سازمان ملل همچنین گفت اقدامات سازمان ملل متکی بر قطعنامه ها و دستورالعمل هاست که یکی از این دستورالعمل ها یادداشت رئیس شورای امنیت در سال 2016 است اما سازمان ملل درباره هیچ موضوعی پیشداوری نمی کند بایدن نگران سرنوشت اوکراین در صورت پیروزی جمهوری خواهن در آمریکا است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در خصوص چشمانداز ارائه کمک بیشتر به اوکراین در صورت پیروزی حزب جمهوری خواه در انتخابات کنگره در ماه نوامبر امراض نگرانی کرد بایدن در جریان سفر خود به پیتسبورگ پنسیلوانیا با خبرنگاران گفتگو کرد و به سؤالی درباره احتمال پیروزی جمهوری خواهان این گونه پاسخ داد من نگران این امکان هستم چرا که این وضعیت می تواند در روند ارائه کمک ها به اوکراین تاثیر منفی بگذارد بایدن در این حال یادآور شد که نسبت به انتخابات آتی 8 نوامبر اطمینان دارد و معتقد است که دموکرات ها هنوز هم می توانند موقعیت خود در مجلس سنا را حفظ کنند دیدگاه نخست وزیر اسرائیل درباره سخنان ناخمنشای درباره لزوم کمک به اوکراین یا ایلا نخست وزیر اسرائیل در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که ناخمنشای وزیر امور اسرائیل در امور دیاسپورا هنگام صحبت درباره لزوم حمایت نظامی از اوکراین دیدگاه شخصی خود را بیان کرده و این مسئله با مواضع رسمی دولت اسرائیل این کشور مطابقت ندارد وی گفت وزیر شای نظر شخصی خود را بیان کرد که با موضعگیری دولت اسرائیل در این باره متفاوت است موضع رسمی ما توسط دفتر دولت اعلام می شود البته پیگیر این مسئله نشدیم که چرا وی چنین چیزی گفته است ولی این نظر با موضع دولت مطابقت ندارد بلگراد تا زمانی که خطری سربستان را تهدید نکند تحریمی علیه روسیه اعمال نخواهد کرد الکساندر ووچیچ رئیس جمهور سربستان شب گذشته پنج شنبه تاکید کرد که این کشور تا زمانی که تهدیدی وجود نداشته باشد تحریم علیه روسیه اعمال نخواهد کرد وی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت تا زمانی که تهدیدی جدی برای سربستان و شهروندان آن وجود نداشته باشد ما این کار را انجام نخواهیم داد ما یک سیاست مستقل که بر اساس تصمیمات شورای امنیت تعیین می‌شود را دنبال خواهیم کرد اگر در چنین شرایطی قرار گرفتیم و دیدیم که با تهدید حیاتی مواجه هستیم سپس به شهروندان سربستان مراجعه کرد و میگویم که باید این کار و آن کار را برای تامین منافع کشور انجام داد اگر از من بپرسی که آیا این لحظه فرا رسیده است میگویم خیر من افتخار میکنم که ما 240 روز است که یک سیاست کاملا مستقل را در رابطه با مناقشه کنونی در اوکراین دنبال کرده و به آن ادامه خواهیم داد وی افزود که سربستان چیزی به روسیه بدهکار نیست اما به یاد دارد که مسکو در سال 2015 چه کرد و قطنامه مربوط به نسل در بوسنی و هرزگوین در شورای امنیت سازمان ملل را و اینکه چگونه روسیه و چین در عرصه سازمان ملل برای حفظ یک پارچگی سربستان تلاش میکنند پیش از این در عواسط ماه اکتبر الکساندر وولین وزیر کشور سربستان همکاری و روابط خوب با روسیه را کلید موجودیت این کشور نامید و یادآور شد که باجخواهی غرب نشان داده که متحدان بالقوه اروپایی هیچ منفعت جدی برای بلگراد ندارند ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.